با گذشت بیش از دو هفته از حملات به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان، صحبت از میانجیگری بین تهران و ریاض است. آیا دو کشور به صلح نزدیک می شوند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به این صفحه دو. با گذشت بیش از دو هفته از حملات به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ضمناً که در مورد افزایش تنش‌ها با تهران و وقوع یک درگیری نظامی احتمالی هشدار داده، اما میگوید حل و فصل سیاسی و صلح‌آمیز به مراتب بهتر است. پیشتر ایران طرحی به عنوان ائتلاف امید برای ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه مطرح کرده بود که هدفش ایجاد امنیت در منطقه توسط خود کشورهای منطقه بود. این همزمان با میانجیگری پاکستان بین تهران و ریاض. آیا راه مذاکره بین ایران و عربستان هموار می شود؟ برای این بحث دو مهمان داریم. علی سعدزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان، و اینجا در استودیو عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان و تحلیلگر مسائل سیاسی. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای سعدزاده، با شما شروع می‌کنیم. فکر می‌کنید که 17 روز پیش، روز 14 سپتامبر، بعد از حملات به تأسیسات نفتی آرامکو، بسیاری انتظار داشتند که این حمله منجر به یک برخورد نظامی در شکلی به هر نحوی بشه بین ایران یا آمریکا یا عربستان در منطقه؟ 17 روز گذشته، می‌بینیم که هم طرف عربستانی، هم طرف آمریکایی و هم جامعه جهانی خواستار خیشتنداری و یافتن یک راه حل صلح‌آمیز هستند. فکر می‌کنید نزدیک شدیم به اون منطقه‌ای که دو طرف بشینند و مذاکره بکنند درباره حل این بحران؟ سعی‌هایی میشه و واقعیت این است، همونطور که گفتید، تمام دنیا جنگ نمی‌خواد. فقط گروه‌های متعدد کوچکی در ایران، در آمریکا، احتمالاً در عربستان سعودی وجود داره که فکر می‌کنن که منافعشون در جنگه، ولی در جمع هیچ کسی جنگ نمیخواد، چون جنگ به هر حال یه عواقبی خواهد داشت که بیرون آمدن از این عواقب برای همه مشکل خواهد بود. اینکه حالا ما به صلح نزدیک شده باشیم زود هست که بگیم. قدمهایی داره برداشته میشه. یکی از این قدمها همون چیزیست که شما در مقدمه گفتید، که آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان در نیویورک بوده، ظاهراً به هر حال پیام‌های بین ایران و عربستان سعودی رد و بدل کرده، خودش اعتراف کرده. دولت ایران هم گفته که کشور ثالثی وارد شده بین ما و عربستان سعودی برای به اصطلاح میانجیگری. ولی مهمتر از اون است که آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق دیروز با ملک سلمان در ریاض ملاقات کرده، قرار است امروز و یا فردا به تهران بره و تمام خبرگزاری‌های عربی گزارش دادن که آقای عبدالمهدی گفته که من فقط برای میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی به عربستان رفتم و میرم به عراق، و توضیح داده که چرا اگر یک جنگی صورت بگیره، این در حقیقت عراق هست که بهای بسیار بسیار زیادی خواهد داد، و گفته که ظاهراً بین هر دو کشور هم آمادگی‌های وجود داره برای پایین آوردن تنش، نه صلح، ولی فعلا پایین آوردن تنش. و جالب این است که هر دو، هم ایران و هم عربستان سعودی و هم آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، بنان میانجیگری از مسئله یمن به عنوان آغاز به اصطلاح مشکلی صحبت کردند که اگر توافقی بر سر مسئله یمن صورت بگیره بین ایران و عربستان سعودی، اونگاه ممکن است که منفذی، روزنه‌ای باز شده باشه برای مذاکرات دو طرف. ما فعلا در اینجا هستیم. اینکه واقعا به کجا خواهد رسید نمیدونیم، چون همونجوری که گفتم بازیگرانی هم هستند، هم در ایران، هم در عربستان، هم در آمریکا، هم در عراق، هم در اسرائیل، که چندان هم از پایین آمدن تنش و یا صلح بهره ای نمیبرند. بنابراین جنگی که احتمالاً در خواهد گرفت در آینده، جنگی خواهد بود که این گروه ها به کل منطقه تحمیل خواهند کرد. آقای دوشوکی، فکر میکنید که آیا پیش زمینه یه صلح وجود داره بین دو کشور؟ هم بله هم نه. واقعیت اینه که رابطه ایران و عربستان، یا بهتر بگم ایران و جهان عرب،
اگه به صورت تاریخی ما نگاه بکنیم یک فراز و نشیب‌های فراوانی داشته و این خیلی مهمه که ما این سیاق تاریخی و پس زمینه رو مورد بررسی قرار بدیم به صورت اجمالی. این واقعا سابقهش برمیگرده به 1383 سال پیش، از جنگ قادسیه شروع شده تا دوران صفوی. حتی شاید بسیاری از هموطنان ما ندونند که در دوران پهلوی هم رابطه بین ایران و عربستان دو سه بار قطع شد، قطع رابطه کردند و حجاج برای چندین سال نرفتن. اما اونها تاریخ رو به کنار بگذاریم، الان هم ما وقتی نگاه میکنیم مؤلفه های تشنج‌آمیزی که بین ایران و عربستان وجود داره، من واقعا وقتی اینا رو نگاه میکردم بیش از 30 مورد تشنج بین ایران و عربستان وجود داره. و درسته که ایران ادعا میکنه که اگر مسئله یمن حل بشه، ولی واقعیت اینه که مسائل مختلف دیگر، این 29 مشکل دیگر هم ایران و عربستان داره. اما خود جمهوری اسلامی هم در طی این 40 سال گذشته چندین بار با عربستان قطع رابطه کرده، موارد بسیار شدیدی بوده. الان که جمهوری اسلامی ادعا میکنه مسئله یمن برای ما مهمه، جمهوری اسلامی هرگز رابطه خودش رو با جمهوری اسلامی با عربستان سعودی به خاطر مسئله یمن قطع نکرد، اما به خاطر اعدام یک روحانی شیعه به نام نمر، باقرالنمر، قطع رابطه کرد، حمله کردن به سفارت. منظورم اینه که علاوه بر یمن، اون نکات تشنج فراوان و این زد، چون به هر حال واقعیت اینه که از همون جنگ قادسیه شروع کنیم تا همین دو هفته پیش که حمله شد به تأسیسات، تمام اینها در گفتمان قدرت خلاصه میشه. و این گفتمان قدرت هم بین اعراب در اون مقوله تاریخی خودش جنگ بین عرب و عجم، و هم در مقوله شیعه و سنی که خب به هر حال در عرض این 500 سال گذشته جمهوری اسلامی پرچمدار مذهب تشیع به عنوان به اصطلاح بخصوص اکنون ام القرای جهان اسلام بوده. در نتیجه مسائل مهمی هست که هم از نظر ملیتی هست بین ایرانیان و اعراب که متاسفانه اینگونه بوده، و هم از نظر مذهبی بین شیعه و سنی وجود داره. ولی خب ایران به عنوان مثال، من اینو فقط بگم، در سال 1366 در اون تظاهراتی که به اصطلاح اعلان براءت از مشرکین که در مکه میکردن حجاج، و بیش از 270 نفر از حجاج ایرانی کشته شدن توسط پلیس عربستان، در اون موقع آیت الله خمینی گفت ما اگر صدام حسین رو ببخشیم هرگز حکام سعودی را نخواهیم بخشید. اما دیدیم دوباره صلح کردن، دوباره ارتباط برقرار کردن. بعدها در حادثه منا همینجوری شد، در حادثه تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده. منظورم اینه که تمام اینها رو ما نگاه کنیم، عربستان و جمهوری اسلامی رابطهشون رو قطع کردن، دوباره برگشتن سر میز مذاکره. الان شما از آن میپرسید آیا مذاکره صورت خواهد گرفت؟ بله، چون این فراز و نشیبه ها وجود داره. و بقیده من حمله به اصطلاح تأسیسات نفتی عربستان، این آخرین سلاح ایران بود که به اونها بگه الان ما دست بالا رو داریم، این رابطه ما در اون نشست و حداقل پایینی خودش قرار داده، الان بشین روی میز مذاکره. بله، البته ایران که میگه که این حمله کار ایران نبوده. آقای سعدزاده، با نگاه به این منظر تاریخی که آقای دوشوکی بهش اشاره کردن، ضمن اینکه همونطوری که میگن یمن تنها مسئله مورد اختلاف بین ایران و عربستان نیست، فکر میکنید که اگر به تنهایی در مسئله یمن بتونن به یک توافق برسن، میتونن سایر مسائل رو حل کنن؟ نه، آقای دوشوکی حق داره، یک بستر تاریخی بسیار بسیار مشکلی هست، ولی به هر حال مذاکرات صلح بین کسانی برگزار میشه که اختلافات تاریخی، مذهبی، قومی، زبانی و فلان دارن، بین مثلا فرض کنید در طول تاریخ اروپا بین آلمان و فرانسه، و در ایران بین ایران و عربستان معمولا دو تا دشمن با هم دیگه مینشینن پشت یک میز و مصالحه میکنن. اگر این اختلافات وجود نداشت که به هر حال لازم به مصالحه نبود. ولی سوال شما این که آیا یمن کافی است؟ یمن کافی نیست، و به همون علتی که آقای دوشکی گفت مسائل دیگری هم وجود داره. ولی یمن اگر به توافق برسن میتونه برای کاهش تنش باشه و راه رو باز کنه که نگذاره تنش‌های دیگری بیاد و احتمالاً در دراز مدت به صلح برسه. ولی متاسفانه خود یمن هم به اصطلاح چندان ساده نیست. من امروز خبرگزاری فارس رو میخوندم، دیدم آقای باقری به اصطلاح رئیس ستاد
ارتش ایران و یکی از کسانی که صاحب نظر هست و خیلی معقولانه بعضی موقع صحبت میکنه، خیلی صراحتا برای اولین بار گفته که ما در یمن مستشار نظامی داریم و با مستشار نظامی کار میکنیم. این اولین باری است که به این صورت ایران حضورش در یمن داره به اصطلاح اعتراف میکنه. تا به حال در مورد سوریه مطرح بود و اون هم در روزی که آقای عبدالمهدی میخواد بیاد به در مورد یمن صحبت بکنه. یعنی مثل این که چندون هم در مورد یمن مشکله که اینا به یه توافقاتی برسن، به خصوص این که در وضع میدانی خود یمن هم پیدا کردن به اصطلاح یک راه حل بسیار مشکله. اینکه تصور بکنیم که ایرانی ها که پشت حوثی ها هستن و یا ادعا میشه که پشت حوثی ها هستن، به تنهایی با حوثی ها موفق میشن و عربستان سعودی به یک صلح در کشور یمن برسن، خیلی به اصطلاح کوتاه بینانه است و ساده لوحانه است. الان یمن دیگه من فکر میکنم به دولت واحد مرکزی برسه. الان جنوب یمن تقریبا با اون شورای گذار اعلام استقلال کرده. خبرنگارانی که چه عرب چه غیر عرب که بعداً در جنوب یمن رفتن میگن اونجا پرچم‌های قدیم جمهوری دموکراتیک خلق یمن برپا هست، در کنارش هم پرچم‌های امارات. امارات هم در یمن راهش رو جدا کرده از عربستان و ما با یک تجزیه عجیبی هستیم. القاعده و دولت اسلامی هم بسیار فعال شدن. این است که ایران و روسیه‌ها به تنهایی قادر فعال مایشا نیستند و عربستان سعودی هم نیست فعال مایشا در صحنه یمن نیستند. آقای دوشوکی، اساساً اهمیت استراتژیک یمن برای ایران چقدره؟ فکر می‌کنید که حاضر آنقدر پای یمن بایسته که رسیدن به یک توافق یا حالا یک چیزی شبیه به صلح با عربستان رو فدا بکنه برای اینکه بمونه در یمن؟ از نظر ژئوپلیتیک و استراتژیک من فکر نمی‌کنم یمن زیاد اهمیت فراوانی داشته باشه، چون به هر حال جمهوری اسلامی هرگز هیچ گونه مشکلی نداشت که مثلا کشتیهاش از تنگه باب المندب عبور کنند. اصلا این بحث مطرح نبود. حالا در نتیجه ولی برای جمهوری اسلامی دو مسئله خیلی مهمه و این رو ما باید درک کنیم. یک، صدور انقلاب که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده، یعنی بخشی از وظیفه جمهوری اسلامی صدور انقلاب هست، گذشته از هزینه‌اش. دوم، گسترش هلال شیعی. حالا اون صدور انقلاب عمدتا در رابطه با گروه های شیعه در نقاط مختلف جهان هست، از پاکستان و افغانستان و حتی بنگلادش و هندوستان گرفته تا نیجریه و جاهای دیگه. اما صدور انقلاب خب گروه های مثل حماس، جهاد اسلامی که سنی هم هستن، اونها رو هم در بر میگیره. در نتیجه این گسترش هلال شیعی که حوثی ها به عنوان یک گروه بسیار مهم و مطرح در یمن وارد این جنگ شدن و متاسفانه در یمن هم خونهای زیادی ریخته شده. یمن یک جامعه نسبتاً سنتی و قبیله‌ای هست و وقتی خون ریخته بشه متاسفانه از اون باید انتقام جویی بشه. به همین دلیل من با مهمان گرامی کاملا موافقم که واقعا مسئله یمن مشکل خواهد بود که با نشست ایران و عربستان حل بشه. اگه مسئله یمن رو حل کنن، درست برمیگردیم به همین مسئله برجام. اومدن همه چیز رو حل کردن، الان امریکا و حتی برخی از کشورها میگن خیلی خوب و برجام حل شد، اما مشکلات ما با شما حل نشده. مشکل موشکی داریم، تروریسم داریم، حقوق بشر داریم، دخالت داریم. اگر هم حتی روحانی با سران عربستان بشینه مسئله یمن رو حل بکنه که بقیه من خیلی مشکله، مسئله سوریه به کجا میرسه؟ مسئله دخالت‌های ایران در لبنان، در فلسطین، در امور عربستان، نه فقط در مورد یمن ناراحت. البته خب عربستان مشخصا مستقیما در یمن درگیر هست از نظر نظامی، ولی در بسیاری از کشورها یا مناطق عربی مثل فلسطین، لبنان، عراق، بحرین، خب برای عربستان خیلی مهمه که ایران از دخالت در بحرین دست برداره. منظورم اینه که این مسائل اینقدر مسائل حیثیتی، حساس و استراتژیک هستن برای کشورهای عربی و برای جهان اهل سنت به رهبری عربستان که من فکر نمی کنم مشکل ایران و عربستان حل میشه. ولی آیا این مشکل از اون به اصطلاح ثبات به نوع ثبات هژمونیک میرسه؟ بحث اینجاست که این هژمونی دست چه کسی خواهد بود؟ ایران مطرح کرده فقط کشورهای منطقه میتونن صلح رو به اصطلاح به وجود بیارن، ولی عربستان میدونه که
اگر کشورهایی مثل انگلیس، آمریکا و غرب برن بیرون، اون هژمونی ایران یک هژمونی برتری خواهد بود در مقابل بقیه کشورهای عربی، در صورتی که عربستان الان به نوعی ثبات هژمونیک دست یافته و جمهوری اسلامی هم تلاش داره که اون ثبات رو برهم بزنه از منظر راهبردی. از این نظر من فکر نمی کنم که واقعا یک صلح پایدار بین ایران و عربستان برقرار بشه. ای کاش برقرار می شد. اما در دراز مدت من معتقدم که چون جمهوری اسلامی خودش رو ام القرای جهان اسلام می دانه و سعودی رو هم ام القرای جهان اهل سنت می دانه و این تقابل بین از نظر مذهبی بین دو کشور پیش اومده، اگر مقوله مذهب که اصلا تنش برانگیز شده، باعث تمام جدل ها در از این 40 سال گذشته شده، اگر مقوله مذهب و دین رو از این معادلات خاورمیانه بیاریم بیرون، بقیده من نصف مشکلات خاورمیانه حل شده. چند صد سالی طول میکشه آقای دکتر. امیدوارم البته ببخشید از نظر شخص من امیدوارم با به اصطلاح رفتن نظام مذهبی تامگرای ماجراجوی جمهوری اسلامی، حداقل برای ما ایرانی ها این مشکل حل بشه که بتونیم با بقیه دنیا از جمله همسایگانمون در صلح و صفا زندگی کنیم. آقای سعدزاده، آقای دوشوکی اشاره کردن که مشکل فقط مشکل بین ایران و عربستان نیست، یعنی علت فشاری که الان ایران داره متحمل میشه صرفا عربستان نیست، سیاست های منطقه‌ایشه و شاید بزرگتر از عربستان آمریکاست که علت اصلیه. فکر میکنید که مذاکره ایران و عربستان اگر اتفاق بیفته راهگشای کدوم یک از مسائل ایران خواهد بود؟ من فکر کنم راه چیز کنیم، یعنی بگیم اینجوری سوال رو مطرح کنیم که اگر ایران با آمریکا کنار میمد مشکلش هم با عربستان حل میشد. این خیلی راحت تره. من فکر میکنم که به جای اینکه بریم و راجع به اینکه مسئله اسلام رو حل بکنیم تا مسئله ایران و عربستان هم حل بشه، اگر میرفتیم و مسئله ایران و آمریکا رو حل میکردیم خیلی مسائل حل میشد. آقای سعدزاده، و ایران و اسرائیل، شاید بسیاری از فشارهایی که به آمریکا وارد میشه ناشی از سیاست ایران در قبال اسرائیله. اگر ایران با آمریکا کنار بیاد، در حقیقت در مورد اسرائیل هم توافق کرده. چون بدونید که آمریکا با ایران کنار نخواهد آمد مگر که از ایران بخواهد که نظرش رو به اسرائیل عوض کنه. یعنی آمریکا با ایران وارد مذاکره و قبول به اصطلاح روابط عادی نخواهد شد اگر ایران همچنان این موضع و این رفتار رو نسبت به اسرائیل داشته باشه. قابل تصور نیست که ایران با آمریکا رابطه داشته باشه ولی آمریکا هم بپذیره که ایران همچنان به حماس و جهاد اسلامی و حزب الله کمک بکنه. اینه که اگر ایران با آمریکا کنار بیاد، با اسرائیل هم کنار آمده، مسئله عملی شده. اگر ایران با آمریکا کنار بیاد، مثلا با عربستان تا حدود زیادی حل شده، اختلافات سنی و شیعه هم باقی خواهد ماند، حل شدنی هم به این سادگی ها نیست. اگر این حوثی ها در ایران بودند، حوثی ها از صوفی های ایران دورترند نسبت به مقامات جمهوری اسلامی. اگر این حوثی ها در ایران بودند، با همین مذهبی که دارن جاشون تو زندان بود، ولی صوفی های اثناعشری ما در زندان هستند در ایران. اینکه ایران حوثی ها رو ازشون پشتیبانی میکنه نه به خاطر هلال شیعی هست. حوثی ها انتظار ایران این است که حوثی ها در کنار مرز عربستان سعودی تبدیل به یه چیزی بشن مثل حزب الله در کنار اسرائیل و از اونجا مشکلاتی ایجاد بکنن برای عربستان سعودی. ولی این تصور جمهوری اسلامی هم اشتباه است. اولا حوثی ها اون رابطه مذهبی تنگاتنگی رو که با حزب الله با ایران داره، حوثی ها با ایران ندارن. یک. دو، حوثی ها حاضر نیستن که به اصطلاح تبدیل به آلت دست 100% ایران بشن. حوثی ها یک زمانی حتی با عربستان سعودی کار میکردن. اگر تاریخ یمن رو آدم بخونه، یه زمانی بوده که این حوثی ها هم متحد ایران بودن هم متحد عربستان سعودی بودن. زمان شاه سعودی، این حوثی ها کسانی بودن که به عنوان به اصطلاح طرفداران غرب در یمن مطرح بودن در برابر چپی هایی که جمهوری به اصطلاح دموکراتیک خلق رو در جنوب یمن ساخته بودن که مصر و عراق و سوریه طرفدارش بودن. یعنی در حقیقت این حوثی ها یک تاریخ دراز مدت جنگ دارن، بنابراین خیلی جدا هست از حزب الله. ولی اگر راه حل مشکلات اساس، کلید اصلی مشکلات ایران واقعا رابطه ایران و آمریکاست، اگر اون حل بشه همه اون 30 مشکلی که آقای دوشوکی شمردن
29-اش حل خواهد شد. آقای دوشوکی، بعد از حملات به تاسیسات نفتی آمریکا، عربستان، سیاست کلی عربستان جلب اجماع بین المللی علیه ایران بود. بارها و بارها مقام های مختلف گفتند این حمله ای بوده به کلن تأمین انرژی جهان و ما از همه جامعه جهانی میخوایم که از ما حمایت کنید. فکر میکنید موفق شدن در ایجاد اون اجماع جهانی؟ وی از نظر توری و از نظر حمایت به اسلام معنوی بله موفق شدن، ولی این حمایت معنوی در عمل چگونه، در عرصه عمل چگونه ترجمه میشه و خودشو نشون میده، این هنوز مشخص نیست. اما نکته اساسی که باید در نظر بگیریم با توجه به سخنان مهمان گرامی، همون گونه که من گفتم مشکل ایران و عربستان این واقعیه. مشکل ایران و عربستان زمانی شروع شد که اصلا چیزی به نام قاره آمریکا وجود نداشت. مشکل عربستان و ایران حتی در رژیم پهلوی هم بود. و اگر فکر کنیم که فقط مشکل ایران و عربستان رو از دوربین امریکا نگاه کنیم، خب شما برمیگردیم به برجام. در دوران آقای اوباما حد اکثر حمایت را از ایران کرد. رابطه ایران و آمریکا خوب شد. پس چرا رابطه ایران و عربستان خوب نشد؟ بلکه بدتر هم شد. عربستان به اسرائیل نزدیکتر شد. عربستان گفت که این حرکتی رو که، یعنی عربستان تابع آمریکا نشد در رابطه با، چون عربستان این مشکلات تاریخی خودش رو بخصوص در عرض 40 سال گذشته داشت. در نتیجه تاریخچه همین چند سال اخیر در دوران 8 ساله آقای اوباما نشون میده که حتی اگر رابطه ایران و آمریکا نزدیک بشه، عربستان این رو خطری برای خودش حس میکنه، کما اینکه این خطر رو در 10 سال قبل از انقلاب در دوران محمد رضا شاه پهلوی حس کرده بود، زیرا اونا احساس میکنن که غرب و آمریکا بیشترین کمک رو، بیشترین طرفداری رو با محمد رضا شاه پهلوی میکنن تا هژمونی ایران بر تمام منطقه، و تقریبا هژمونی ایران بر منطقه اعمال شده بود. میگم آقای سعدزاده پاسخی داشتن برای شما. من پاسخ من این بود که رابطه ایران با اوباما رابطه خیلی به اصطلاح نقطه‌ای و موضعی بود، و رابطه‌ای رو که برگزار کردن گفتن برجام و دیگر هیچ، اون رابطه نبود. اونها راجع به یک مسئله، اون هم به صورت محدود توافق کردن، اونم تازه با شرکت 4 کشور دیگه، 5 به علاوه 1. ایران با آمریکا رابطه برقرار نکرد در زبان اوباما. اگر در اون برجام 1 و 2 و 3 که آقای روحانی میگفت، و حتی باید خیلی فراتر از اون بره، اگر ایران وارد رابطه به اصطلاح معمولی با آمریکا میشد، عربستان سعودی هم ناچار به اصلاح میمد. حرف شما درسته، عربستان راضی نبود که رابطه ایران با آمریکا خوب بشه، ولی آمریکا اگر رابطه معقولی میتونست با ایران برقرار کنه، ایران رو بر عربستان ترجیح میداد، و عربستان هم مجبور بود تمکین بکنه به این مسئله. اسرائیل هم حاضر بود که تمکین بکنه به این مسئله، چون میدونست که ایران یه پتانسیال هایی داره که عربستان نداره. ولی متاسفانه ما رهبرانی داریم در ایران که رابطه با آمریکا رو به تبدیل به خط قرمز کردن، و تمام مشکلاتی که ایران از نظر سیاست خارجی داره همه گره خورده به این مسئله. شما میتونید برید با عربستان سعودی صحبت بکنید، احتمالاً احتمالش ضعیفه، در مورد یمن هم به یک به اصطلاح راه حلی برسید، ولی مشکل سیاست خارجی ایران حل نخواهد. فرصت محدود. آقای دوشوکی، در عرض 1 دقیقه فکر میکنید که ما در هفته های آینده شاهد مذاکره ایران و عربستان خواهیم بود؟ احتمال داره بله، به خاطر اینکه جنگ یک باخت خواهد بود برای هر دو. ایران الان با توجه به صحبتایی که آقای باقری کرده بود در چین و سران سپاه میکنند که ما این قدرت رو داریم، ایران میخواد نشون بده که ایران قدرت خودشونه، هم در مقابله نظامی با آمریکا، هم در حمله به تاسیسات نفتی عربستان قدرت نظامی خودش رو نشون داده. در نتیجه از موضع قدرت میره با عرب‌ها و آمریکا مذاکره میکنه، و اینو میتونه به طرفداران خودش داخل کشور بفروشه. از این نظر من فکر کنم احتمال داره. متشکرم آقای سعدزاده. در 1 جمله، ایران و عربستان به زودی مذاکره میکنن؟ بعید نیست که با هم مذاکره کنن، ولی روند بسیار طولانی خواهد. متشکر از هر دوی شما، آقایون علی سعدزاده روزنامه‌نگار و تنگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما، و در استودیو عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان و تنگر مسائل سیاسی در استودیو با ما. ممنون که با این صفحه 2 همراه بودید. این برنامه رو روی وبسایت BBC و در یوتیوب هم میتونید ببینید، همچنین پادکست ما رو هم میتونید دانلود کنید و بشنوید. برنامه بعدی ما روز 5 شنبه خواهد بود. شب و روزتون خوش.